کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. این کتاب یه گنجینه هستش از دانش عمیق درباره سمبول‌ها و نقش اونها در روان آدمی. برای علاقه‌مندان به روانشناسی این کتاب راهنمایی بی‌نظیر برای درک بهتر ناخودآگاه است. کتاب انسان و سمبول‌هایش دریچه‌ای به ناخودآگاه انسان باز می‌کنه و پر از بینش‌های روانشناختی عمیق و نمادگراییه. انسان و سمبول‌هایش سفری فکری به دنیای درونی انسان هست که شما رو شگفت‌زده می‌کنه. یونگ با مهارت بی‌نظیری که داره پیچیدگی‌های ذهن انسان رو از طریق سمبول‌ها به طور قابل فهمی تشریح می‌کنه. انسان و سمبول‌هایش نوشته کارل گوستاو یونگ، گوینده شادی. یادداشت مترجم. در ترجمه کتاب حاضر نهایت کوشش به کار رفته تا از تعارض لغوی که موجب ابهام مطلب و سردرگمی خواننده خواهد شد پرهیز شود. سعی دیگر بر این بوده که حتی امکان در برابر هر اصطلاح یک معادل فارسی یا عربی مأنوس و معمول در زبان فارسی به کار رود. با این حال برای مترجمی که در برابر خیلی اصطلاحات فنی قرار می گیرد، چاره‌ای جز پیش گرفتن راه احتیاط و کنار گذاشتن تعصب که غالباً موجب تنگ شدن دایره زبان و عرصه بیان می شود، چاره‌ای نیست. وانگهی مسائل دیگری نیز در میان است، از قبیل زیبایی کلام و روان بودن سبک و جلوگیری از اطناب و تکلف که به خسته شدن خواننده می انجامد. بدین جهت، با در نظر گرفتن حالات مختلف لغات و میزان قابلیت انعطاف، معادل‌های انتخابی و به کار بردنشان در وجوه مختلف کلام مانند فعل و صفت و غیره، مترجم گاه ناچار به استعمال شکل اروپایی لغت نیز دست زده است. درباره اصطلاحات مخصوص یا مشکل در خود متن یا در حواشی مترجم توضیحات لازم داده شده است. با این همه برای تسهیل بیشتر کار خواننده واژه‌نامه‌ای نیز در پایان کتاب آمده است. تذکر این نکته نیز لازم است که اختیار بعضی از معادل‌ها با توجه به معنای مخصوصشان در متن حاضر کار خود مترجم بوده است. البته مترجم ادعا نمی‌کند که بهترین و وافی به مقصودترین معادل را برگزیده است. در ترجمه های علمی و فنی مخصوصاً با در نظر گرفتن تحول روزافزون زبان فارسی ما هنوز در حال تجربه و آزمایش هستیم و این راه باید به تدریج هموار شود تا سرانجام به یک مرحله قطعی و هم نواخت برسد. بدین جهت میدان انتقاد و اظهار نظر باز است و مترجم هر گونه تذکری را که توسط اشخاص ذی صلاحیت داده شود و از خودنمایی و نظر شخصی عادی باشد با کمال میل خواهد پذیرفت.
مقدمه جان فریمن. مقدمات به وجود آمدن این کتاب از این نظر که تا حدودی غیر عادی بوده خود داستان جالبی است و رابطه مستقیمی با محتوا و هدفهای کتاب دارد. بنابراین بگذاری چمه‌ای درباره چگونگی نگارش آن بگویم. روزی از روزهای بهار سال 1959 شرکت سخن پراکنی بریتانیا از من تقاضا کرد از طرف تلویزیون بریتانیا با دکتر کارل گوستاف یونگ مصاحبه کنم. این مصاحبه می بایست عمقی یا ژرفایی باشد. من در آن زمان اطلاع زیادی درباره یونگ و آثار او نداشتم و اولین کاری که کردم رفتن به خانه زیبای او در کنار دریاچه نزدیک زوریخ بود. این آشنایی آغاز یک دوستی بود که برای من ارزش بسیار داشت و امیدوارم که در آخرین سالهای زندگی یونگ تا حدی مایه انبساط خاطر او شده باشد. در این کتاب اشاره دیگری به مصاحبه تلویزیونی نخواهد شد، جز این که بگویم که این مصاحبه قرین موفقیت بود و کتاب حاضر به جهات به خصوصی محصول آن موفقیت است. یکی از کسانی که یونگ را روی صفحه تلویزیون دید، ولفگانگ فوکس، مدیرعامل بنگاه انتشارات آلدوس بود. فوکس از دوران کودکی، از زمانی که در همسایگی خانواده فروید دروین میزیست، به تحول روانشناسی جدید سخت علاقه پیدا کرده بود و وقتی گفته های یونگ را درباره زندگی و کار و اندیشه های خود شنید، متاسف شد. از اینکه چرا در حالی که آثار فروید نزد تمام تحصیل کردگان جهان غرب معروف است، یونگ هرگز نتوانسته است خود را به مردم بشناساند و همه تصور کرده اند که درک آثارش برای عامه مشکل است. در حقیقت آفریننده کتاب انسان و سمبولهایش فوکس است. او چون از تماشای برنامه تلویزیونی دریافته بود که بین یونگ و من روابط صمیمانه‌ای وجود دارد، از من خواست که به اتفاق بکوشیم تا یونگ را راضی کنیم عقاید مهم و اساسی خود را به زبانی ساده و با شرح و بستی که برای خوانندگان عادی قابل فهم و جالب باشد ابراز دارد. من این پیشنهاد را با شوق پذیرفتم و با این تصمیم که یونگ را نسبت به ارزش و اهمیت چنین کاری متقاعد سازم، بار دیگر عازم زوریخ شدم. یونگ 2 ساعت تمام در باغ منزل خود بی آنکه کلام مرا قطع کند به سخنانم گوش داد، ولی در آخر کار جوابش منفی بود. پاسخ یونگ بسیار ظریف و مؤدبانه ولی محکم و قطعی بود. او در گذشته هرگز در عامه پسند کردن کار خیش نکوشیده بود و حالا هم مطمئن نبود که در چنین کاری کامیاب شود. به هر حال او پیر و تا حدی خسته بود و نمی‌خواست کار دراز مدتی را به عهده بگیرد که درباره آن تردید بسیار داشت. دوستان یونگ همه با من هم عقیده اند که او مردی مصمم و قاطع بود. عادت داشت که هر مسئله ای را با دقت و بیشتاب بسنجد، اما وقتی سرانجام پاسخ خود را اعلام می داشت، معمولا پاسخش قطعی بود. من با نومیدی زیاد به لندن بازگشتم و متقاعد شدم که با امتناع یونگ قضیه به کلی منتفی شده است و اگر 2 عامل دیگر که من پیشبینی نکرده بودم دخالت نداشت، به راستی چنین هم می شد. یکی از این 2 عامل پافشاری فوکس بود که جدن اصرار داشت پیش از قبول شکست یک بار دیگر با یونگ تماس حاصل شود. عامل دیگر واقعی بود که هنوز هم هر وقت به آن می اندیشم متعجب می شدم. چنان که گفتم برنامه تلویزیون به موفقیت انجامیده بود. به دنبال آن سیل نامه از تمام طبقات مردم به جانب یونگ سرازیر شد. اکثر این نامه ها از مردم عادی بود که هیچ گونه آموزش پزشکی یا روانشناسی نداشتند. آنان مسحور شخصیت بارز، بذله‌گویی و جذابیت توأم با تواضع این مرد بزرگ شده بودند و در نظرات او درباره زندگی و شخصیت انسان چیزی یافته بودند که احساس می‌کردند برایشان مفید است. و البته یونگ از این واکنش شادمان بود، نه به خاطر دریافت نامه‌ها. تعداد نامه‌هایی که دریافت می‌کرد همیشه فوق‌العاده زیاد بود، به این دلیل که این نامه‌ها از کسانی بود که معمولاً تماسی با او نداشتند. در این لحظه بود که او رویایی دید که برایش بسیار مهم بود و شما هم ضمن خواندن این کتاب پی خواهید برد که این رویا تا چه اندازه مهم بوده است. خواب دید که به جای نشستن در اتاق کار خود و سخن گفتن با پزشکان و روانپزشکان بزرگی که معمولاً از اکناف جهان به ملاقاتش می آمدند، در یک محل عمومی ایستاده
و برای جماعتی از مردم سخنرانی می کند که با توجه مشتاقانه به کلماتش گوش می دهند و آنچه را که می گوید می فهمند. یکی دو هفته پس از آن وقتی فوکس دوباره از یونگ تقاضا کرد نوشتن کتاب تازه‌ای را بر عهده بگیرد که نه برای روانپزشکان و فیلسوفان بلکه برای مردم کوچه و بازار نوشته می شود، یونگ آمادگی خود را اعلام داشت، ولی به دو شرط. نخست اینکه کتاب نباید محصول کار یک نفر باشد، بلکه باید نتیجه کوشش جمعی خود او و گروهی از نزدیکترین پیروانش باشد که او به وسیله آنان کوشیده است تا روش‌ها و تعلیمات خود را جاودان سازد. دوم اینکه کار هماهنگ سازی اثر و حل هر گونه مشکلی که ممکن است بین مؤلفان و ناشران پیش آید به عهده من واگذار شود. چون ممکن است چنین به نماید که با این مقدمه من از حدود تواضع متعارف خارج شده ام. بگذارید فوراً اذعان کنم که من از این شرط دوم خوشنود شدم، ولی تا حد معینی، زیرا به زودی دریافتم که علت انتخاب من به وسیله یونگ اساساً این بود که او مرا فردی باهوش ولی نه استثنایی می دانست و با آگاهی از این که من معلومات جدی در روانشناسی ندارم. بنابراین من برای یونگ یک خواننده عادی این کتاب بودم. آنچه من می توانستم بفهمم برای تمام اشخاص علاقه‌مند قابل فهم بود و آنچه که برای من مشکلی پیش می آورد شاید برای برخی از کسان دیگر نیز سخت و مبهم می بود. گرچه من از این ارزیابی نقش خیش نمی توانستم چندان به خود ببالم، با این حال با وسواس عجیبی که گاه مؤلفان را ناراحت می کرد اصرار داشتم که هر بار کتاب به حدی روشن و صریح نوشته و در صورت لزوم دوباره نوشته شود تا من بتوانم با کمال اطمینان بگویم برای عامه مردم تدوین شده و مطالب پیچیده‌ای که در آن مورد بحث قرار گرفته در نهایت سادگی و شورانگیزی نوشته شده است. پس از بحث بسیار موافقت شد که موضوع جامعه کتاب انسان و سمبول‌هایش باشد و خود یونگ این اشخاص را برای همکاری انتخاب کرد. دکتر ماری لویس فان فرانتس، اهل زوریخ، که شاید نزدیکترین دوست و محرم او بود. دکتر جوزف ال هندرسون، اهل سان فرانسیسکو و یکی از برجسته ترین و قابل اعتماد ترین پیروان آمریکایی نظریات او. بانو آنیلا یافه، اهل زوریخ، که نه تنها روانکاوی مجربی بود، منشی مخصوص مورد اطمینان و زندگی نام نویس یونگ نیز بود. و دکتر یولانده یاکوبی که پس از خود یونگ مجربترین مؤلف در محفل یونگ در زوریخ بود. علت انتخاب این چهار تن تا حدی به جهت بصیرت و تجربه آنها در موضوعات خاصی بود که به عهده‌شان گذاشته بود و تا اندازه‌ای بدین سبب بود که همگی مورد اطمینان یونگ بودند. می توانستند متواضعانه به صورت گروه واحدی طبق دستورات یونگ کار کنند. مسئولیت شخص یونگ عبارت بود از طرح‌ریزی شالوده کتاب، نظارت و رهبری همکاران خیش و نوشتن نخستین فصل کتاب تحت عنوان آشنایی با ناخودآگاه. آخرین سال زندگی او تقریباً به طور کامل به این کتاب تخصیص یافت و وقتی که در سال 1961 فوت کرد، بخش مربوط به خود را به انتها رسانده، این بخش دقیقاً 10 روز پیش از آخرین بیماری او پایان یافت و پیشنویس فصل‌های نگارش یافته توسط همکاران خود را تصویب کرده بود. پس از مرگش دکتر فون فرانتس مسئولیت کلی تکمیل کتاب را بر طبق دستورهای صریح یونگ به عهده گرفت. بنابراین موضوعات و طرح انسان و سمبول‌هایش به طور تفصیلی توسط خود یونگ تعیین شده است. فصلی که نام یونگ را بر خود دارد، صرف نظر از تجدید نظر نسبتاً مفصلی که برای قابل فهم کردن آن برای خواننده عادی صورت گرفته است، اثر خود اوست، نه کسی دیگر، و اتفاقاً به انگلیسی هم نوشته شده است. بقیه فصول کتاب وسیله مؤلفان مختلف به دستور و زیر نظر یونگ نگارش یافته است.
آخرین تنقیح تمام کتاب پس از مرگ یونگ توسط دکتر فون فرانتس با حوصله و خوشخویی و حسن نیتی که ناشران و خود من را رهین منت وی ساخته است انجام گرفت. حال راجع به مندرجات خود کتاب سخن می گویم. طرز فکر یونگ جهان روانشناسی نوین را بیش از آنچه که صاحبان معلومات اتفاقی تصور می کنند جالب ساخته است. اصطلاحات مأنوسی از قبیل برونگرا، درونگرا، کهن الگو مفاهیمی هستند که یونگ به میان آورده و دیگران آنها را به عاریت گرفته و گاه به غلط استعمال کردند. اما یاری فوق‌العاده او به دانش روانشناسی برداشت او از مفهوم ناخودآگاه است، نه مثل نیمه ناخودآگاه فروید به عنوان مخزن امیال سرکوب شده، بلکه به صورت جهانی که به اندازه من اندیشه خودآگاه بخش زنده و واقعی از زندگی فرد و بی نهایت وسیع‌تر و غنی‌تر از آن است. زبان و مردم ناخودآگاه را سمبول‌ها تشکیل می‌دهند و رویاها وسایل ارتباطی آن است. بنابراین مطالعه انسان و سمبول‌هایش در حقیقت بررسی رابطه انسان با ناخودآگاه او است. و چون به نظر یونگ ناخودآگاه راهنما، دوست و مشاور بزرگ ذهن آگاه است، این کتاب به نفع مستقیم با بررسی انسانها و مسائل روانی آنها سر و کار دارد. ما ناخودآگاه را می شناسیم و به طور کلی از رویا به طرزی دو جانبه با آن ارتباط می یابیم. در سراسر این کتاب مخصوصا در فصلی که یونگ نوشته اهمیت خواب دیدن در زندگی فرد به نحو بارزی تاکید شده است. کوشش من در تفسیر آثار یونگ برای خوانندگانی که بسیاری از آنان مسلما در فهم آثار او صالح‌تر از منند در نظر من نوعی گستاخی است. به خاطر بیاورید که نقش من فقط دستیار فهم طلب بوده و به هیچ وجه جنبه تفسیر نداشته است. با این حال جسارت می‌ورزم و دو نکته عمومی را تذکر می‌دهم که از نظر من به عنوان یک فرد عادی مهمند و شاید برای سایر خوانندگان غیر متخصص نیز مفید باشند. نکته اول مربوط به رویاهاست. برای پیروان یونگ رویا نوعی رمز نوشته معیار شده که با استفاده از یک فرهنگ معانی سمبول‌ها کشف شود نیست، بلکه نمودی است یک پارچه مهم و خصوصی از ناخودآگاه فردی و مانند هر نمود دیگری که مربوط به فرد باشد حقیقی است. ناخودآگاه فردی بیننده رویا تنها با خود او مرتبط است و سمبول‌های مناسب مقصود را طوری انتخاب می‌کند که فقط برای بیننده رویا واجد معنی است، نه برای کس دیگر. بدین گونه تعبیر رویا چه برای تحلیلگر و چه برای خود بیننده رویا از نظر روانشناس پیرو یونگ یک مسئله کاملا خصوصی و فردی است و گاه نیز یک مسئله تجربی و بسیار طولانی که به هیچ وجه با قواعد قراردادی ساده امکان پذیر نیست. عکس گفته بالا این خواهد بود که پیام‌های ناخودآگاه برای بیننده رویا دارای منتها درجه اهمیتند و این امری طبیعی است، زیرا که ناخودآگاه دست کم نیمی از تمام وجود خود اوست و غالباً برای وی منشأ راهنمایی یا اندرزی است که آن را از هیچ منبع دیگری نمیتوان تحصیل کرد. بنابراین وقتی که من رویای یونگ را درباره سخنرانی او در برابر یک جماعت عادی وصف کردم، مقصودم شرح یک عمل جادوگری یا اشاره به اشتغال یونگ به فالگیری نبود. من فقط با عبارات ساده روزمره تشریح می کردم که چگونه ناخودآگاه یونگ به او اندرز داد که قضاوت نامناسب قسمت خودآگاه ذهن خود را مجدداً بررسی کند. از آنچه گفته شد چنین برمی آید که خواب دیدن موضوعی نیست که پیروان مجرب یونگ آن را فقط امر اتفاقی به شمار آرند. برعکس، قابلیت برقراری ارتباط با ناخودآگاه قسمتی از تمام انسان است و پیروان یونگ به خود می آموزند. من اصطلاحی بهتر از این سراغ ندارم که پذیرای رویاها باشند. بنابراین وقتی که خود یونگ در مورد نوشتن یا ننوشتن این کتاب مردد بود، توانست برای اخذ تصمیم از هر دو منبع خودآگاه و ناخودآگاه خیش استفاده کند. در سراسر این کتاب خواهید دید که رویا به عنوان یک پیام مستقیم، شخصی و حائز معنا برای رویا بین وضع شده است. پیامی که سمبول‌های مشترک میان تمام انسان‌ها را به کار می‌گیرد،
اما در هر مورد به نحوی کاملا انفرادی ظاهر می شود و تغییر آن جز با یک کلید کاملا انفرادی میسر نیست. دومین نکته‌ای که می‌خواهم توضیح دهم مربوط به خاصیت ویژه روش جدلی است که مشترک میان تمام نویسندگان این کتاب و شاید تمام پیروان یونگ است. کسانی که خود را کاملاً به زندگی در جهان خودآگاه محدود ساخته و ارتباط با ناخودآگاه را طرد کرده‌اند. خیشتن را به قوانین زندگی خودآگاه بر رسمی مقید ساختند. آنان با منطق بی تزلزل ولی غالباً بی‌معنی معادله جبری از قضایای فرضی به استنباطهای بیچون و چرا می‌رسند. به نظر من یونگ و همکارانش چه خودشان از این نظر آگاه باشند چه نباشند محدودیت‌های این روش استدلال را رد می‌کنند. مسئله این نیست که آنان منکر منطق هستند، بلکه ظاهراً چنین به نظر می رسد که آنان همواره در استدلال خود هم به ناخودآگاه توجه دارند و هم به خودآگاه. روش دیالکتیکی آنها روشی سمبولیک و غالباً انحرافی. آنان برای متقاعد ساختن خواننده از روش صغرا و کبرا چیدن محدود و متمرکز استفاده نمی کنند، بلکه با دور زدن، تکرار و ارائه نظر واحدی درباره موضوع به خصوصی که هر بار از زاویه نسبتاً متفاوت بررسی می شود، او را متقاعد می سازند. تا اینکه خواننده که هرگز از یک لحظه نهایی و قطعی استدلال آگاه نبوده، ناگهان در می یابد که به طور ناهوشیار حقیقت وسیع‌تری را درک کرده و پذیرفته است. استدلال‌های یونگ و همکارانش به شکل مارپیچ بالا رونده بر فراز موضوع صعود می‌کنند. مانند پرنده‌ای که گرد یک درخت می‌پرد. این پرنده ابتدا در نزدیکی زمین فقط طرح نامنظمی از شاخ و برگ مشاهده می‌کند، ولی به تدریج که گرداگرد درخت رو به بالا می‌پرد، مناظر مکرر درخت کل واحدی را تشکیل می‌دهند و رابطه آنها با پیرامونشان آشکار می‌شود. بعضی از خوانندگان این روش مارپیچی استدلال را ممکن است ضمن مطالعه چند صفحه از کتاب مبهم و حتی گیج کننده بیابند، ولی فکر می کنم که این موضوع ادامه نخواهد یافت. این خاصیت روش یونگ است و خواننده به زودی در خواهد یافت که همین خاصیت خواندن کتاب را به یک سفر شوق‌انگیز و دلپذیر مبدل خواهد ساخت. قسمت‌های مختلف این کتاب خود گویا هستند و نیازی به معرفی من ندارند. فصل خود یونگ خواننده را با ناخودآگاه، با کهن الگوها و سمبولهایی که زبان ناخودآگاه را تشکیل می‌دهند و با رویاها که وسیله ارتباطی ناخودآگاه هستند آشنا می‌سازد. در فصل بعد دکتر هندرسون جلوه چندین تر از کهن الگوها را در اساطیر باستانی، افسانه‌های عامیانه و شاعر ابتدایی ارائه می‌دهد. دکتر فون فرانتس در فصلی که به عنوان آن فرایند فردیت است، از فرایندی صحبت می کند که در جریان آن خودآگاه و ناخودآگاه در درون فرد می آموزند که همدیگر را بشناسند، محترم بشمارند و همساز شوند. از یک لحاظ این فصل نه تنها عنصر اصلی تمام کتاب را در بر دارد، بلکه شاید جوهر فلسفه زندگی را از نظر یونگ ارائه می کند. انسان فقط وقتی تمام عیار، وحدت یافته، آرام، بارور و شادمان می شود که فرایند فردیت کامل شود. وقتی که خودآگاه و ناخودآگاه او بیاموزد که در صلح و صفا با هم زندگی کنند و مکمل یکدیگر باشند. خانم یافه مانند دکتر هندرسون کوشیده است که در تار و پود معنوس خودآگاه اشتیاق مداوم انسان را، اشتیاقی که تقریباً به شکل وسواس در آمده، به سمبول‌های ناخودآگاه نشان دهد. این سمبول‌ها برای انسان دارای یک جاذبه درونی بسیار مهم و تقریباً نیروبخش و نگهدارنده هستند. اما از اینکه در اساطیر و داستان‌های پریان که دکتر هندرسون آنها را تحلیل می‌کند آمده باشند، یا در هنرهای بصری که بنا به توضیحات بانو یافه به علت جاذبه جاودانی که برای ناخودآگاه دارند ما را خوشنود و شادمان می کنند.
بالاخره باید مختصری هم درباره فصل دکتر یعقوبی بگویم که تا حدی از سایر قسمت‌های کتاب مجزاست. این فصل در حقیقت تاریخچه کوتاهی از تحلیل جالب و موفقیت‌آمیز یک بیمار است. ارزش این فصل در چنین کتابی واضح است، اما با این حال دو تذکر در این باره لازم است. نخست، چنان که دکتر فون فرانتس میگوید چیزی به نام مورد نمونه از تحلیل یونگی وجود ندارد و نمیتواند هم داشته باشد، زیرا که هر رویای یک پیام خصوصی و فردی است و هیچ کار در رویا از سمبل‌های ناخودآگاه یکسان استفاده نمی‌شود. بنابراین هر یک از تحلیل‌های یونگی منحصر به فرد است و گمراه کننده خواهد بود. اگر ما مورد به خصوصی را که از پرونده‌های کلینیکی دکتر یعقوبی استخراج شده یا هر تحلیل دیگری را تحلیل نمونه یا معرف بدانیم، تنها چیزی که میتوان گفت این است که مورد هنری و رویاهای گاه وحشتناک او یکی از نمونه‌های حقیقی کاربرد روش یونگ در موارد اختصاصی است. دوم اینکه حتی برای توصیف کامل موردی که حتی چندان پیچیده هم نیست باید کتاب جداگانه ای نوشت. نتیجه این که فشردگی مطلب به توصیف جریان تحلیل هنری لطمه زده است. مثلا اشارات مربوط به آیچین چون جدا از متن کامل ارائه شده اند، رنگ غیر طبیعی و به عقیده من نارضایت بخش و جادویی به خود گرفتند. با این حال به این نتیجه رسیدیم و من یقین دارم که خواننده نیز با ما هم رأی خواهد بود که با تذکرات به جایی که داده شده، وضوح تحلیل هنری صرف نظر از جالب بودن آن از لحاظ انسانی برقنای این کتاب می افزاید. من این مقدمه را با بحث از اینکه یونگ چگونه به نوشتن انسان و سمبل‌هایش همت گماشت آغاز کردم. اینک با تذکر این نکته که کتاب حاضر تا چه اندازه پر ارزش و استثنایی است به بحث خود ادامه می دهم. کارل گوستاو یونگ یکی از پزشکان بزرگ روزگار و یکی از بزرگترین متفکران این قرن بود. منظور او همواره کمک به مردان و زنان از لحاظ خودشناسی بود، تا در نتیجه وقوف خیشتن و بهره‌گیری درست از خود بتوانند زندگی کامل پربرکت و مسرت‌آمیزی داشته باشند. او در واپسین روزهای زندگی خیش، در حالی که بیش از هر کس دیگری که من تا به حال شناختم زندگی کامل پربرکت و شادمانی داشت، تصمیم گرفت که بازمانده قدرت خود را صرف رساندن پیام خیش به گروه وسیع‌تری از مردم، وسیع‌تر از آنچه قبلاً برایش مقدور بوده بکند. او تکلیف و زندگی خود را در همان آخرین ماه عمر تکمیل کرد. این کتاب میراث او برای عامه کتابخوان است. 1. آشنایی با ناخودآگاه، کارل گوستاو یونگ. اهمیت رویاها. انسان برای بیان معنی آنچه می‌خواهد ابراز دارد به گفتن یا نوشتن کلمات می‌پردازد. زبان او آکنده از سمبول هاست، اما غالباً نشانه ها و صوری را نیز که جنبه توصیفی دقیق ندارند به کار می‌برد. برخی از اینها فقط علائم اختصاری یا سلسله ای از حروف اول کلماتند، مانند UN، یونیسف، یونسکو. برخی دیگر علائم تجاری، نام داروهای ثبت شده یا نشانه ها و نوارها هستند. گرچه این علائم به خودی خود معنی ندارند، اما بر اثر کثرت استعمال یا قصد خاص معنای مشخصی یافته اند. ولی این قبیل چیزها سمبول نیستند، بلکه علامتند و به جز چیزهایی که به عنوان نماینده آنها انتخاب شده بر اشیاء دیگری دلالت نمی کنند. آنچه که ما سمبول می نامیم عبارت است از یک اصطلاح، یک نام یا حتی تصویری که ممکن است نماینده چیز معنوسی در زندگی روزانه باشد، و با این حال علاوه بر معنی آشکار و معمول خود، معانی تلویحی به خصوصی نیز داشته باشد. سمبول معرف چیزی مبهم، ناشناخته یا پنهان از ماست. مثلا بر ابنیه تاریخی کرت شکل تیشه دو سر رسم شده است. این شی را ما می شناسیم، ولی محتوای سمبولی که آن را نمی دانیم. اینک به عنوان مثالی دیگر قضیه یک هندی را که به انگلستان مسافرت کرده بود شاهد می آوریم. این شخص پس از بازگشت به وطن خود به دوستان خیش گفت که انگلیسی ها حیوان پرستند،
زیرا که او اشکال عقاب، شیر و گاو را در کلیساهای قدیم دیده بود. او از این موضوع آگاه نبود، همچنان که بسیاری از مسیحیان آگاه نیستند که این حیوانات سمبول‌های فرقه انجیلی هستند و از رویای حزقیال نبی گرفته شده اند، که آن نیز با خدای آفتاب مصری ها به نام هورس و چهار پسرش قرابت دارد. علاوه بر این اشیایی از قبیل چرخ و صلیب نیز وجود دارد که در بعضی شرایط دارای معنی سمبولیک هستند. اما اینکه این اشیا سمبول چه چیزی هستند مسئله است که هنوز جز حدس و گمان جدل‌آمیز چیزی درباره آن نمی‌دانیم. بنابراین یک کلمه یا یک شکل وقتی سمبولیک تلقی می شود که به چیزی بیش از معنی آشکار و مستقیم خود دلالت کند. سمبول دارای جنبه ناخودآگاه وسیع‌تری است که هرگز به طور دقیق تعریف یا به طور کامل توضیح نشده است و کسی هم امیدی به تعریف یا توضیح آن ندارد. ذهن آدمی در کند و کاو سمبول به تصوراتی میرسد که خارج از محدوده استدلال معمولی است. شکل چرخ ممکن است افکار ما را به سوی تصور خدای آفتاب رهبری کند، ولی در این نقطه استدلال باید به ناتوانی خود اذعان کند، زیرا که انسان به تعریف موجود خدایی قادر نیست. وقتی که ما با تمام محدودیت‌های عقلی خود چیزی را خدایی می‌خوانیم، فقط به آن نامی داده ایم که اساس آن ممکن است ایمان باشد، نه شواهد محقق. چون اشیای بیشماری در ورای فهم انسانی قرار دارند، ما پیوسته اصطلاحات سمبولیک را به کار می‌بریم تا مفاهیمی را نمودار سازیم که نمی‌توانیم تعریف کنیم یا کاملاً بفهمیم. این یکی از دلایلی است که به موجب آن تمام ادیان زبان و صور سمبولیک به کار می‌برند. اما این استعمال خودآگاه سمبول‌ها فقط یکی از جنبه‌های یک حقیقت مهم روانشناسی است. انسان خود به خود و به طور ناخودآگاه نیز سمبول‌هایی به شکل رویا می‌آفریند. درک این نکته آسان نیست، ولی اگر بناست که ما اطلاع بیشتری درباره طرز کار ذهن انسان به دست آوریم، ناچاریم این نکته را بفهمیم. اگر ما یک لحظه درست بیاندیشیم، تشخیص خواهیم داد که انسان هرگز قادر نیست چیزی را به طور کامل درک کند یا بفهمد. او می تواند ببیند، بشنود، لمس کند، بچشد، اما اینکه چشمش تا چه مسافتی را می تواند ببیند، گوشش به چه خوبی می تواند بشنود، لامسش تا چه حد حساس است و ذائقه‌اش تا چه حد اندازه طعم‌ها را تشخیص می دهد، همه مربوط به تعداد و کیفیت حواس او هستند. ناچار قدرت انسان برای ادراک جهان اطراف خود محدود است. با استفاده از ادوات علمی می تواند تا اندازه این نقیصه را جبران کند. مثلا انسان می تواند برد دید خود را با دوربین و قدرت شنوایی خود را با دستگاه‌های برقی تقویت صدا افزایش دهد. ولی دقیق ترین آلات هم نمی تواند جز نزدیک ساختن اشیاء دور یا ریز به چشم یا رساندن صداهای ضعیف به گوش کاری انجام دهند. صرف نظر از نوع وسیله‌ای که او به کار می‌برد، سرانجام به یک نقطه عدم قطعیت می‌رسد که هیچ معرفت خودآگاهانه نمی‌تواند از آن فراتر رود. کتاب بهترین غذا برای فکر و توشه‌ای برای سفر معنوی. علاوه بر این، در ادراک واقعیت نیز جنبه‌های ناخودآگاه وجود دارد. نخست اینکه حتی وقتی حواس ما در برابر پدیده‌های واقعی، منظره‌ها و صداها واکنش نشان می‌دهند، این واکنش‌ها به نحوی از قلمروی واقعیت به حیطه ذهن منتقل می‌شوند. در ذهن آنها به وقایع روانی تبدیل می شوند که طبیعت نهاییشان قابل دانستن نیست، زیرا که روان نمی تواند جوهر روانی خود را بشناسد. بدین گونه هر تجربه ای متضمن تعداد نامحدودی از عوامل ناشناخته است، صرف نظر از اینکه هر شیء ملموس نیز همواره از برخی جهات ناشناخته است، زیرا که ما نمی توانیم طبیعت نهایی خود ماده را بشناسیم. دوم این که وقایعی وجود دارد که ما به طور خودآگاه به آنها توجه نکرده ایم. به عبارت دیگر این وقایع به آستانه خودآگاهی ما نرسیده اند.
آنها اتفاق افتادند، ولی ما آنها را در یک سطح نیمه هوشیار بدون معرفت خودآگاهانه جذب کرده ایم. از این رویدادها می توانیم فقط در یک لحظه شهود یا در یک فرایند تفکر ژرف که به درک واقعیت این رویدادها رهنمون می شود آگاه شویم. وگرچه ما ممکن است در ابتدا اهمیت هیجانی و حیاتی آنها را نادیده گرفته باشیم، اما بعداً مانند نوعی پسندیشه از ناخودآگاه سر بر می آورند. مثلا ممکن است به شکل یک رویا ظاهر شود. اصل کلی این است که جنبه ناخودآگاه هر رویدادی در رویاها بر ما آشکار می شود، ولی نه به صورت یک اندیشه منطقی، بلکه به شکل یک صورت خیالی سمبولیک. از لحاظ تاریخی بررسی رویاها بود که برای نخستین بار روانشناسان را قادر ساخت درباره جنبه ناخودآگاه وقایع روانی خودآگاه تحقیق کنند. بر اساس این قبیل شواهد است که روانشناسان فرض می‌کنند که روان ناخودآگاه وجود دارد، هرچند که بسیاری از دانشمندان و فیلسوفان منکر وجود چنین چیزی هستند. آنها این استدلال ساده را پیش می کشند که چنین فرضی متضمن وجود دو موضوع یا به عبارت عادی تری دو شخصیت در یک فرد واحد است. باید گفت که مقصود درست همین است. نظر آنان کاملا صحیح است و این یکی از بدبختی های انسان امروز است که بسیاری از مردم دستخوش این شخصیت منقسم هستند. چنین وضعی به هیچ وجه جنبه مرضی ندارد و می توان آن را هر جا و هر زمانی مشخص کرد. فقط اشخاص روان نژند یا عصبی نیستند که دست راستشان نمی داند دست چپ چه می کند. این حالت نشانه ای از ناخودآگاهی عمومی است که میراث انکارناپذیر و مشترک نوع بشر را تشکیل می دهد. خودآگاهی در انسان آهسته و به زحمت تکوین یافت، طی فرایندی که قرن‌های بیشمار ادامه یافت تا انسان وارد مرحله تمدن شود. شروع این مرحله را به طور قراردادی از آغاز اختراع خط در حدود 4000 سال قبل از میلاد می‌دانند و این تحول هنوز به کمال نرسیده، زیرا که هنوز بخش عمده‌ای از ذهن انسان در پرده تاریکی پیچیده شده است. آنچه ما روان می نامیم به هیچ وجه با خودآگاهی ما و محتویات آن شباهت ندارد. هر کس وجود ناخودآگاه را انکار کند، در حقیقت چنین می پندارد که دانش فعلی ما درباره روان کامل است. و این عقیده به وضوح همانقدر کاذب است که پنداشتن این که ما تمام آنچه را که باید درباره جهان طبیعی بدانیم می دانیم. روان ما بخشی از طبیعت است و معمایش به همان اندازه نامحدود است. بنابراین ما نمی توانیم روان یا طبیعت را تعریف کنیم. ما فقط می توانیم بکوشیم که عقاید خود را درباره آن بیان داریم، واکنش آنها را به بهترین وجه ممکن توصیف کنیم. بنابراین صرف نظر از شواهدی که در نتیجه پژوهش‌های طبی گرد آمده اند، برای رد اظهاراتی از این قبیل که ناخودآگاه وجود ندارد، دلایل محکم منطقی در دست است. کسانی که چنین چیزهایی میگویند فقط بازگو کننده ترس و نفرت قدیمی آدمیان از چیزهای نو و مجهول هستند. مقاومت در برابر فکر وجود قسمت مجهولی از روان آدمی دلایل تاریخی دارد. خودآگاهی یکی از عناصر نویافته طبیعت است که هنوز هم در یک مرحله تجربی است. خودآگاهی شکننده و آسیب پذیر است و در معرض تهاجم پاره‌ای خطرهاست. طبق گزارش مردم شناسان، یکی از اختلالات عادی در میان مردم ابتدایی چیزی است که آنان گم شدن روح می نامند و معنی آن چنان که از خود عبارت برمی آید، عبارتی است از پریشانی فوق‌العاده یا به زبان فنی تر از همگسستگی خودآگاهی. در میان این مردم که خودآگاهیشان در مدارج متفاوتی از خودآگاهی ما قرار دارد، روح یا روان به عنوان یک چیز واحد احساس نمی شود. بسیاری از مردم ابتدایی تصور می کنند که هر کس علاوه بر روح خودش دارای یک روح جنگلی نیز هست و روح جنگلی در یک حیوان یا درخت وحشی که فرد به خصوصی با آن نوعی همانندی روانی دارد جایگیر است. این همان چیزی است که نژادشناس شهیر فرانسوی به نام لوسیان لووی بروول آن را اشتراک عرفانی نامیده است.
او بعداً این اصطلاح را بر اثر فشار منتقدان پس گرفت، ولی به عقیده من منتقدان اشتباه می کردند. در روانشناسان این یک حقیقت معروف است که فرد ممکن است چنین همانندی ناخودآگاه با یک شخص یا شیء داشته باشد. این همانندی در بین مردم ابتدایی اشکال مختلف به خود می گیرد. اگر روح جنگلی متعلق به یک حیوان باشد، خود حیوان نسبت به شخص نوعی برادر شمرده می شود. مثلا تصور می کنند کسی که برادرش تمساح باشد، می تواند بدون آسیب دیدن در یک رودخانه پر از تمساح شنا کند. اگر روح جنگلی یک درخت باشد، چنین تصور می کنند آن درخت نوعی ولایت پدر و مادری بر فرد دارد. در بعضی قبایل چنین تصور می شود که هر کس دارای چند روح است. این عقیده در میان برخی از مردم ابتدایی نماینده این احساس هست که هر یک از آنها متشکل از چند واحد زنجیری و در عین حال مستقل هستند. این بدان معنی است که روان فرد به مرحله تجانس و وحدت امن نمی رسد و برعکس احتمال دارد که در برابر هجوم احساسات انانگسیخته متلاشی شود. با اینکه ما از طریق بررسی مردم شناسان با چنین وضعی آشنا هستیم، به نظر می رسد که با تمدن پیشرفته ما چندان بی‌ربط نباشد. ما نیز ممکن است دستخوش گسستگی شویم و همانندگی خود را از دست بدهیم. ما هم ممکن است زیر سلطه احساسات و عواطف قرار گیریم و تغییر کنیم یا نامعقول رفتار کنیم و نتوانیم حقایق مهم را درباره خودمان و دیگران به یاد آوریم، تا جایی که مردم بگویند مگر دیوانه شده ای. معمولا میگوییم که میتوانیم خودمان را کنترل کنیم، ولی خیشتنداری خصیصه است نادر و قابل تحسین. ما ممکن است خود را خیشتندار بدانیم، اما یکی از دوستانمان ممکن است فوراً به چیزهایی درباره ما اشاره کند که معرفتی به آن نداشته باشیم. بدون شک حتی در آنچه که ما سطح عالی تمدن می‌نامیم، خودآگاهی انسان هنوز به حد معقولی از تداوم نرسیده است، بلکه هنوز آسیب پذیر و در معرض تجزیه است. اما این قابلیت جدا کردن قسمتی از ذهن از قسمت‌های دیگر آن در حقیقت خصیصه زی قیمتی است که ما را قادر می‌سازد که در یک زمان فکر خود را روی یک چیز به خصوص تمرکز دهیم و به چیزهای دیگری که ممکن است حواس ما را به خود مشغول کنند بی توجه بمانیم. اما تفاوت زیادی هست بین تصمیم هوشیارانه به منقطع ساختن و راکت گذاشتن موقتی قسمتی از روان و حالتی که در آن گسستگی خود به خود و بدون اطلاع و موافقت شخص و حتی به رغم قصد او روی می دهد. اولی توفیق است متمدنانه، در حالی که دومی حالت ابتدایی گم شدن روح یا حتی علت مرض روان نژندی است. از این رو حتی در روزگار ما وحدت خودآگاهی هنوز امری مشکوک است و این وحدت ممکن است به آسانی دست خوش آشفتگی شود. استعداد کنترل هیجان‌ها از یک لحاظ ممکن است استعداد مطلوبی باشد، اما از جهات دیگر توفیق مشکوکی به نظر می رسد، زیرا که ممکن است روابط اجتماعی را از تنوع و گرمی و هیجان بی بهره سازد. در پهنه چنین زمینه است که ما باید اهمیت رویاها را، یعنی آن عوالم خیالی رقیق، فرار، غیر قابل اعتماد، مبهم و نامعلوم را بازگو کنیم. برای توضیح نظر خودم اول باید بگویم که تکوین این مطلب طی سالهای مختلف چگونه بوده و چگونه من به این نتیجه رسیدم که رویاها فراوان‌ترین و سهل الوصول‌ترین منبع برای بررسی استعداد سمبل‌سازی انسان است. زیگموند فروید پیشرو این مسئله و نخستین فردی بود که کوشید تا با شیوه های عینی زمینه ناخودآگاه خودآگاهی را بررسی کند. او کار خود را روی این مفروضه عمومی بنا نهاد که رویاها امور اتفاقی نیستند
بلکه با افکار و مسائل خودآگاهانه ارتباط دارند. این مفروضه به هیچ وجه قرار داده نبود، بلکه بر این استنتاج پیشناسان برجسته مثلا پیر ژان استوار بود که علامتهای روان نژندی با برخی تجارب خودآگاهانه ارتباط دارند. حتی چنین می نمایند که این علامتهای روان نژندی قسمتهای گسسته ذهن خودآگاهند که در اوقات و شرایط دیگر ممکن است خودآگاه شوند. پیش از آغاز قرن حاضر، فروید و جوزف برویر تشخیص دادند که علامتهای روان نژندی، هیستری، برخی از انواع درد و رفتار نابهنجار در حقیقت از لحاظ سمبولیک پرمعنی و مفهومند. اینها یکی از راه‌های ابراز وجود ذهن ناخودآگاه هستند که امکان دارد به صورت رویا نیز جلوه کند و هر دو به یک میزان سمبولیک هستند. مثلا بیماری که با یک وضع تحمل ناپذیر روبرو است ممکن است در موقع بلعیدن غذا دچار تشنج عصبی شود، میگوییم نمیتواند ببلعد. در شرایط مشابه تحت فشار روانی بیمار دیگری به حمله آسم تنگی نفس دچار میشود، او نمیتواند محیط خانه را تحمل کند. یک فرد دیگر از فلج به خصوصی در پای خود رنج میبرد، او نمیتواند راه برود، یعنی نمیتواند آن وضع را ادامه دهد. شخص دیگری که پس از خوردن غذا استفراغ می کند، در واقع حقیقت نامطبوعی را نمی تواند حذف کند. من می توانم مثالهای متعددی از این قبیل بیاورم. ولی در هر حال این گونه واکنش های جسمی فقط یکی از انواع جلوه های مشکلاتی است که به طور ناخودآگاه مزاحم ما هستند. این مشکلات بیشتر در رویاهای ما ظاهر می شوند. هر روانشناسی که به شرح رویاهای عده‌ای از اشخاص گوش داده است می‌داند که سمبل‌های رویا متنوع‌تر از علامت‌های جسمی روان نژندی هستند و غالباً از خیال بافی‌های ظریف و بدیع تشکیل می‌یابند. اما روانکاوی که با این رویاها مواجه می‌شود، اگر تکنیک اصلی فروید یعنی تداعی آزاد را به کار ببندد، در می‌یابد که رویاها را می‌توان سرانجام به تعدادی الگوی اساسی تقلیل داد. این روش در تحول روانکاوی نقش مهمی ایفا کرده است، زیرا فروید را قادر ساخت که از رویاها به منزله آغازگاهی برای پژوهش مشکلات ناخودآگاه بیمار استفاده کند. فروید این مطلب ساده ولی مؤثر را تذکر داد که اگر بیننده رویا را به سخن گفتن درباره صور رویا و افکاری که این صور در ذهن او برمی انگیزند تشویق کنند، او راز خیش را آشکار خواهد ساخت و سابقه ناخودآگاه ناراحتی های خود را در آنچه که می گوید و آنچه که عمدن از ابرازش خودداری می کند فاش خواهد کرد. افکار او ممکن است نامعقول و نامربوط جلوه کنند، ولی پس از مدتی کشف اینکه او میکوشد از چه چیزی تفره برود و چه چیزی را پنهان کند نسبتاً آسان خواهد شد. صرف نظر از شیوهی که او برای اختفا به کار میبرد، آنچه میگوید به اصل گرفتاری او اشاره میکند. یک روانپزشک با مطالعه نیمرخ تلخ زندگی آنقدر چیزها می‌بیند که وقتی به تعبیر اشارات بیمار که جلوه‌های وجدان ناراحت او هستند دست می‌زند، به ندرت از حقیقت دور می‌شود و آنچه که سرانجام کشف می‌کند خوشبختانه معید انتظاراتش است. تا اینجا کسی نمی‌تواند چیزی بر ضد نظریه سرکوبی و تشفیع امیال که فروید آنها را خواستگاه‌های نشانه‌های رویا می‌داند بگوید. از این رو حتی در روزگار ما وحدت خودآگاهی هنوز امری مشکوک است و این وحدت ممکن است به آسانی دست خوش آشفتگی شود. استعداد کنترل هیجان‌ها از یک لحاظ ممکن است استعداد مطلوبی باشد، اما از جهات دیگر توفیق مشکوکی به نظر می رسد، زیرا که ممکن است روابط اجتماعی را از تنوع و گرمی و هیجان بی بهره سازد. در پهنه چنین زمینه است که ما باید اهمیت رویاها را، یعنی آن عوالم خیالی رقیق، فرار، غیر قابل اعتماد، مبهم و نامعلوم را بازگو کنیم. فروید اهمیت خاصی به رویا به منزله آغازگاهی برای فرایند تداعی آزاد می داد. اما پس از چندی من احساس کردم که این طریقه به کار گرفتن خیال بافی های پرمایه‌ای که ناخودآگاه در خواب به وجود می آورد گمراه کننده و نارساست. در حقیقت تردید من در این خصوص از وقتی شروع شد که یکی از همکارانم تجربه ای را که هنگام یک سفر طولانی با قطار در روسیه برایش دست داده بود با من در میان گذاشت.
او گرچه روسی نمی‌دانست و حتی نمی‌توانست از خط سیریلیک سر درآورد، ناگهان شروع کرد به فکر کردن درباره حروف عجیبی که اعلان‌های راه آهن با آن نوشته شده بود. به خواب و خیال فرو رفت که طی آن انواع معانی برای آن حروف اندیشید. فکری به فکر دیگر رهنمون شد و او در آن حال رخوت دریافت که این تداعی آزاد بسیاری از خاطرات قدیم را برانگیخته است. در میان آنها او موضوعات نامطبوعی را که از مدتها پیش در گور فراموشی دفن شده بود به یاد آورد و ناراحت شد. چیزهایی که او قبلا خواسته بود فراموش کند و به طور خودآگاه نیز از یاد برده بود. او در حقیقت به اصطلاح روانشناسان به چیزهایی رسیده بود که عقده‌های او نامیده می شوند. یعنی موضوعات هیجانی سرکوب شده که ممکن است موجب اختلالات مداوم روانی و حتی در بسیاری از موارد علامتهای روان نژادی باشند. این واقعه دیدگان مرا بر این حقیقت گشود که اگر کسی بخواهد عقده‌های یک بیمار را کشف کند، لازم نیست که رویا را به منزله آغازگاهی برای فرایند تداعی آزاد به کار برد و به من نشان داد که میتوان از هر نقطه مستقیماً به مرکز قضیه رسید. میتوان از روی حروف سیریلیک، از تفکر بر روی گوی بلورین، یک چرخ دعا، یک تابلو نقاشی مدرن یا حتی مکالمه درباره یک واقعی بی اهمیت آغاز کرد. سودمندی رویا از این لحاظ از آغازگاه‌های دیگر نه کمتر است و نه بیشتر. با اینها رویاها دارای اهمیت مخصوصند، هرچند که غالباً از یک آشوب هیجانی برمی‌خیزند که در آن عقده‌های عادی دخالت دارند. عقده‌های عادی نقاط حساس روان هستند که به سریع‌ترین وجه در برابر یک محرک یا عامل خارجی واکنش می‌دهند. به همین جهت است که تداعی آزاد می‌تواند شخص را از هر رویایی به افکار پنهانی مهم رهنمون شود. با این همه در اینجا این نکته به خاطرم رسید که به فرض این که آنچه تا کنون گفتم درست باشد، میتوان نتیجه گرفت که رویاها کنش اختصاصی تر و مهمتری دارند که ویژه خود آنهاست. غالبا رویاها ساختمان معین و آشکارا معطوف به هدف دارند که خود نشانه یک فکر یا قصد نهفته است، هرچند که به طور کلی این قصد به فوریت قابل درک نیست. به همین جهت این مسئله برای من مطرح شد که آیا بهتر نیست بیشتر به شکل و محتوای رویا بپردازیم تا به تداعی آزاد که شخص را از میان یک سلسله افکار به عقده‌هایی راهنمون می شود که با وسایل دیگری نیز دستیافتنی هستند. این فکر جدید نقطه عطفی در تحول روانشناسی من بود، بدین معنی که تدریجاً پیگیری تداعی‌هایی را که فرسنگ‌ها از متن رویا فاصله داشتند ترک کردم. در عوض ترجیح دادم که به تداعی‌های مربوط به خود رویا توجه کنم، با این اعتقاد که رویا چیز مشخصی را می‌نمایاند که ناخودآگاه در بیان آن می‌کوشد. تغییر طرز فکر من درباره رویاها متضمن تغییری در روش بود. این روش نو روشی بود که با آن بررسی تمام جنبه‌های وسیع‌تر رویا امکان داشت. داستانی که به طور خودآگاه بیان شود، دارای آغاز، جریان و انتهایی است، اما این موضوع درباره رویا صدق نمی‌کند. رویا ابعاد کاملاً متفاوتی در زمان و مکان دارد. برای فهمیدن آن باید آن را از هر لحاظ بررسی کرد. درست مانند چیزی که شخص در دست می گیرد و آن را بارها زیر و رو می کند تا با جزئیات شکل آن آشنا شود. اینک شاید به قدر کافی درباره جریان مخالفت روزافزونم با تداعی آزاد بدان گونه که فروید ابتدا آن را به کار برده بود سخن گفته باشم. من می خواستم تا آنجا که ممکن بود با خود رویا سر و کار داشته باشم و از این رو تمام افکار و تداعی های نامربوطی را که امکان داشت رویا برانگیزد کنار گذاشتم. البته این افکار و تداعی ها ممکن بود به کشف عقده های بیمار رهنمون شوند، ولی قصد من دامنه دارتر از کشف عقده هایی بود که به اختلالات روان نژادی می انجامند. وسایل متعدد دیگری برای پی بردن به این عقده ها وجود دارد.
مثلا روانشناس می تواند با استفاده از آزمون های تداعی کلمات که از بیمار خواسته می شود که تداعی های خود را در برابر یک سلسله کلمات به خصوص بگوید و پاسخ های او بررسی می شود تمام قراین لازم را به دست آورد. اما باید توجه داشت که برای شناسایی و فهمیدن جریان زندگی روانی، شخصیت کامل یک فرد، رؤیاها و صور سمبولیک آنها نقش بسیار مهمتری دارند. مثلا هر کس می داند که صور بی نهایت متنوعی وجود دارد که سمبول عمل جنسی هستند یا به صورت کنایه‌ای نماینده آن هستند. هر یک از این صور می تواند از راه جریان تداعی به فکر رابطه جنسی و عقده‌های مخصوصی که هر فرد ممکن است درباره احوال جنسی خود داشته باشد رهنمون شود. اما شخص با همین شیوه می تواند چنین عقده‌هایی را با خیال بافی درباره یک سلسله حروف روسی که برای او نامفهوم هستند فاش سازد. بدین گونه این نظر برای من حاصل شد که رؤیا می تواند پیامی بجز کنایه جنسی در بر داشته باشد و این امر علل معینی دارد. برای روشن شدن این نکته مثالی می زنم. مردی ممکن است خواب ببیند که کلیدی را وارد قفل می کند، عصای سنگینی را در دست گرفته است یا دری را با چماق می شکند. هر یک از اینها را می توان کنایه از روابط جنسی دانست. اما این نکته نیست که ناخودآگاه برای مقاصد خیش یکی از این صور را مثلا کلید یا عصا یا چماق را برگزیده است حائز اهمیت بسیار است. مسئله اصلی درک این موضوع است که چرا کلید بر عصا یا عصا بر چماق ترجیح داده شده است. گاه این کار ممکن است به کشف این نکته بیانجامد که آنچه نماینده شده اصلا روابط جنسی نیست بلکه نکته روانی دیگری است. با این شیوه استدلال من به این نتیجه رسیدم که برای تعبیر رویا فقط باید موادی انتخاب شوند که به طور واضح و محسوس جزی از رویا هستند. رویا محدودیت‌های ویژه خود را دارد و فقط شکل به خصوص آن به ما می‌گوید که چه چیزی به آن متعلق است و چه چیز ما را از آن دور می‌سازد. در حالی که تداعی آزاد شخص را به راهی پیچ در پیچ می اندازد و از آن ماده دور می سازد. روشی که من ابداع کردم بیشتر به حرکت بر گرداگرد محلی می ماند که مرکزش تصور رویاست. من در اطراف تصویر رویا کار می کنم و هر کوششی را که رویا بین برای گریز از آن می کند نادیده می گیرم. من بارها در کار حرفه‌ای خود ناچار به تکرار این کلمات بودم. به رویای شما بر می گردیم و ببینیم رویا چه می گوید. مثلا یکی از بیماران من یک زن مست آشفت مو و پس را به خواب دیده بود. در رویا چنین می نمود که این زن همسر خود او بود. گرچه همسر او در زندگی حقیقی کاملا با آن زن فرق داشت. در نتیجه رویای مرد بحث ظاهراً به کلی نادرست بود و بیمار فوراً آن را به عنوان مزخرفات رویا پوچ و باطل می دانست. اگر من که پزشک او بودم او را وا می گذاشتم تا وارد جریان تداعی شود، ناچار می کوشید تا حتی امکان از اشارات نامطبوع رویای خود بگریزد. در آن صورت او در پایان کار یکی از عقده‌های اصلی خیش را آشکار می ساخت. شاید عقده‌ای که هیچ گونه ارتباطی با همسرش نداشت و ما از هیچ چیز درباره معنی ویژه این رویای به خصوص آگاه نمی شدیم. پس ناخودآگاه او با این بیانی که آشکارا نادرست بود چه چیز را می‌خواست ابراز کند؟ ناخودآگاه به وضوح تصویر یک زن نابکار را ارائه می‌داد که پیوند نزدیکی با زندگی رویابین داشت. اما چون فرافکنی این تصویر بر زن او ناموجه و واقعا نادرست بود، برای کشف اینکه این تصویر نفرت انگیز نماینده چیست، من مجبور بودم که جهت پژوهش خود را تغییر دهم. در قرون وسطا مدت‌ها پیش از آنکه فیزیولوژیست‌ها از روی ساختمان غده‌های ما مدلل سازند که در همه ما عناصر مذکر و مؤنث وجود دارد، این عقیده وجود داشت که هر مردی یک زن را در داخل وجود خود دارد. این عنصر مؤنث را که در هر مردی وجود دارد، من روان زنانه نامیدم. این عنصر زنانه اساساً یک نوع رابطه پستر با محیط اطراف و مخصوصاً با زن است و با دقت از دیگران و همچنین از خود شخص پنهان نگه داشته می شود. به گفته دیگر، گرچه شخصیت مرئی یک فرد ممکن است کاملاً طبیعی به نظر رسد، اما ممکن است او در واقع این عنصر ناخوشایند زن درون را از دیگران و حتی از خودش مخفی نگه دارد. قضیه این بیمار به خصوص نیز چنین بود.
عنصر زنانه وجود او خیشاوند نبود و رویای وی عملاً به او گفت تو از بعضی جهات مانند یک زن فاسد رفتار می کنی و بدین گونه او را مشوش می کرد. البته مثالی از این قبیل را نباید دال بر این دانست که ناخودآگاه پایبند دستورهای اخلاقی است. رؤیا به بیمار نمی گفت که بهتر رفتار کند، بلکه فقط می خواست وضع نامتعادل ذهن خودآگاه او را که همواره بران بود تا شهرت نیکمردی او را حفظ کند متوازن سازند. درک این که چرا بینندگان رؤیا پیام رؤیای خود را نادیده می گیرند و حتی انکار می کنند آسان است. خودآگاهی طبیعتاً در برابر هر چیز ناخودآگاه و ناشناخته مقاومت می کند. من قبلاً به آنچه مردم شناسان ترس از چیزهای نو در مردم ابتدایی نامیده اند اشاره کرده ام. یک ترس عمیق و خرافی از چیزهای نو. مردمان ابتدایی در برابر وقایع مبهم درست مانند حیوانات وحشی واکنش می دهند. اما انسان متمدن نیز در برابر افکار جدید کم و بیش به همان نحو با برپا کردن سدهای روانی برای حفظ خیش در برابر ضربه روانی حاصل از هر چیز نو واکنش می کند. این امر را می توان به آسانی در واکنش هر فرد در برابر رویاهای خود وقتی که به اعتراف به یک پندار حیرت انگیز مجبور می شود مشاهده کرد. بسیاری از پیشگامان فلسفه، علم و حتی ادبیات قربانی محافظه‌کاری جبلی معاصران خود شده اند. روانشناسی یکی از جوانترین علوم است و چون در راه کشف چگونگی کنش ناخودآگاه گام بر می دارد، ناچار با واکنش ترس مفرط از افکار نو روبرو می شود. گذشته و آینده در ناخودآگاه. تا اینجا من برخی از اصولی را که بر اساس آنها مسئله رویاها را مورد بحث قرار دادم به صورت کلی تشریح کردم. زیرا وقتی که می خواهیم درباره استعداد سمبول سازی تحقیق کنیم، رویاها اساسی ترین و سهل الوصول ترین مواد برای این منظور هستند. در بررسی رویا باید دو نکته اصلی مورد بررسی قرار گیرد. نخست اینکه رویا را باید مانند یک حقیقت تلقی کرد که کسی درباره آن نباید هیچ گونه تصور قبلی بکند جز اینکه در هر حال به وجهی دارای معنی است. دوم اینکه رویا جلوه‌ای ویژه از ناخودآگاه است. درباره اهمیت این دو از فروتنی بیشتر جایز نیست. هر کس ناخودآگاه را هر قدر هم ناچیز بشمارد باید تصدیق کند که تحقیق در آن خالی از فایده نیست. ناخودآگاه لااقل به قدر یک شپش که توجه صمیمانه یک حشره شناس را جلب می کند اهمیت دارد. اگر کسی که تجارب و اطلاعاتی ناچیز درباره رویاها دارد چنین تصور می کند که رویاها حوادثی هستند بی نزد و بی معنی، در این تصور آزاد است. اما اگر کسی رویاها را وقایع عادی بداند که واقعا نیز چنین هستند، ناگزیر است یا آنها را پدیده علی بداند، یعنی وجودشان تابع یک علت معقول است، یا پدیده های معطوف به هدف، یا هر دو. اکنون نظری دقیق تر به ماهیت رابطه ی محتویات ذهن خودآگاه و ناخودآگاه می اندازیم. مثالی می آورم که هر کس با آن آشناست. ناگهان شما می بینید که آنچه می خواهید بگویید به یاد نمی آورید. هرچند که یک دقیقه پیش آنچه در نظر داشتید کاملا روشن بود. یا شاید شما می خواستید یکی از دوستان خود را معرفی کنید ولی به محض اینکه در شرف به زبان راندن نام او بودید آن را فراموش کردید. می گویید که نمی توانید اسمش را به یاد بیاورید. در این گونه مواقع فکر به حال ناخودآگاه درآمده یا اقلن به طور موقت از فکر خودآگاه جدا شده است. ما همین پدیده را در حواس خود مشاهده می کنیم. اگر ما به یک آهنگ مداوم که در مرز شنوای ما است گوش دهیم، صداگویی در فواصل مرتب قطع و دوباره آغاز می شود. چنین نوساناتی مربوط است به کاهش و افزایش متناوب توجه شخص، نه تغییر در آهنگ. اما وقتی که چیزی از حیطه خودآگاه ما خارج می شود، وجودش به عدم نمی پیوندد. همان گونه که اگر اتومبیلی از پیچ یک خیابان گذشت، معدوم نشده، بلکه فقط از حد دید شخص ناظر گذشته است. همانطور که ما ممکن است بعداً اتومبیل را ببینیم، همان گونه نیز بار دیگر به فکرهایی برمی خوریم که موقتاً از یادمان رفته بود.
بدین ترتیب قسمتی از محتویات ناخودآگاه شامل افکار، تأثیرات و تصویرهایی است که موقتاً دستخوش تیرگی شده و علارغم گم شدنشان نفوذ خیش را بر ذهن خودآگاه ما حفظ می کنند. کسی که دچار حواس پرتی شده برای برداشتن چیزی از این سو به آن سو اتاق می رود. اما چون چیزی را که به دنبالش می گردد فراموش کرده است می ایستد و حیران به نظر می رسد. مانند کسانی که در خواب راه می روند، همه چیزهای روی میز را وارسی می کنند. او مقصود اصلی را فراموش کرده است، ولی این مقصود اصلی به طور ناخودآگاه رفتار او را هدایت می کند. سپس آنچه را که می خواهد تشخیص دهد، ناخودآگاهیش به یاری او شتافته است. اگر رفتار یک شخص روان‌نژاد را ملاحظه کنید، خواهید دید که اعمال زیادی ظاهراً از روی خودآگاهی و قصد از او سر می زند. با این همه اگر سؤالی درباره رفتارش از او بکنید، در خواهید یافت که یا از اعمال خودآگاه نیست و یا قصد دیگری در ذهن دارد. او می شنود ولی در حقیقت نمی شنود. می بیند ولی کور است. می داند ولی بی خبر است. چنین مثال های آنقدر عادی هستند که یک متخصص تشخیص می دهد که محتویات ناخودآگاه ذهن آنگونه بروز می کنند که گویی از خودآگاه سر زده اند. و در این طور موارد نمی توان یقین داشت که آیا فکر، بیان یا عمل واقعا خودآگاهانه است یا نه. چنین رفتاری است که بسیاری از پزشکان را گمراه می کند و وادار می سازد که گفته های بیماران هیستریک را کذب محض بدانند. اظهارات نادرست در چنین اشخاصی مسلماً بیش از اغلب مردم است، اما در این مورد کلمه دروغ واژه مناسبی نیست. در حقیقت وضع ذهن آنان نوعی ابهام رفتار به وجود می آورد. بدین سبب که خودآگاهیشان به علت مداخله ناخودآگاهی دستخوش تیرگی غیر قابل پیشبینی می شود. حتی پوست آنان نیز ممکن است در احساس خودآگاهانه دچار نوسان شود. شخص هیستریک گاه ممکن است نیش سوزن را در بازوان خود احساس کند و گاه احساس نکند. اگر توجه او را بتوان روی نقطه تمرکز داد، تمام بدن او ممکن است کاملا بی‌حس شود، تا وقتی که فشار و هیجانی که موجب تیرگی حواس شده است سوز شود. در این هنگام ادراک حسی به حال خود باز می گردد. با این همه در تمام این مدتی که توجه بیمار روی یک نقطه متمرکز شده، او به طور ناخودآگاه از آنچه که واقع می شده مطلع بوده است. پزشک وقتی که چنین بیمارانی را هیپنوتیزم می کند، این جریان را می تواند به وضوح ببیند. نشان دادن این موضوع که بیمار از جزئیات امر آگاه می باشد آسان است. بیمار نیش سوزن را در بازو یا تذکری را که در مدت تیرگی خودآگاهی شنیده می تواند چنان به خاطر آورد که گویی هیچ گونه بیهسی یا فراموشی روی نداده است. من زنی را به خاطر می آورم که او را در حالت گیجی کامل به کلینیک آورده بودند. روز بعد وقتی که او خودآگاهی خیش را بازیافت، می دانست که کیست، اما نمی دانست که کجاست و چرا به آنجا آمده است و حتی تاریخ ورود به کلینیک را نیز فراموش کرده بود. با این حال وقتی که من او را هیپنوتیزم کردم، به من گفت که چرا بیمار شده، چگونه به کلینیک آمده و چه کسی او را رسما بستری کرده است. صحت تمام این جزئیات محقق بود. او حتی می توانست وقت ورود خود به کلینیک را بگوید، زیرا که یک ساعت دیواری را در راهروی درمانگاه دیده بود. در زیر هیپنوتیزم حافظی او همانقدر روشن بود که گویی در تمام آن مدت هوشیار بوده است. وقتی که ما این مسائل را مورد بررسی قرار دهیم، باید به شواهدی متکی شویم که مشاهدات کلینیکی در اختیار ما گذاشته است. به همین جهت بسیاری از منتقدان تصور می کنند که ناخودآگاهی و تمام مظاهر مرموزش فقط به حیطه شناسایی اختلالات روانی متعلق است. آنان هر گونه جلوه های ناخودآگاهی را نوعی عارضه روان نژادی یا روان پریشی به شمار می آورند که هیچ گونه ارتباطی با حالت طبیعی ذهن ندارد. اما پدیده های روان نژادی به هیچ وجه محصول انحصاری بیماری نیستند و در حقیقت چیزی بیش از جلوه های مبالغ آمیز و مرضی وقایع عادی نمی باشند و فقط به همین جهت که مبالغ آمیزند آشکارتر از نظایر عادی خود هستند. علائم هیستریک را می توان در تمام اشخاص عادی مشاهده کرد، اما در این اشخاص به قدری ملایم است که به نظر نمی آیند.
مثلا فراموشی یک فرایند عادی است که در آن برخی از افکار خودآگاهانه به سبب انحراف توجه شخص انرژی محسوس خود را از دست می دهند. وقتی که توجه شخص به جای دیگر معطوف می شود، چیزهایی که او قبلا به آنها توجه داشته تحت شعاع قرار می گیرند. درست مثل نورافکنی که وقتی به یک نقطه جدید پرتو افکن می شود، نقطه پیشین را در تاریکی رها می کند. این امریست اجتناب ناپذیر، زیرا که ذهن خودآگاه فقط چند تصویر را می تواند در یک زمان به وضوح حفظ کند و حتی این وضوح هم شدت و ضعف دارد. یاران فرهیخته و گرامی، برای گسترش فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی، لطفاً با فشردن دکمه سابسکرایب، لایک و ثانکس ما را در این مسیر ارزشمند یاری فرمایید.